The talk is entitled What the Bible Says About Heaven and Hell. خب روخانی نداریم. من جلسه رو میسپارم به برادر دیو و جلسه الان ما در مورد نظر کتاب مقدس در مورد بهشت و جهنم. Right, good afternoon everybody. It's lovely to be with you. خب بعد از ظهر همگیتون بخیر. خیلی خوشحالم و دوست داشتنی که اینجا در کنار شما هستم. And hello to Hussein as well. So this is a fairly straightforward talk in terms of we're just going to go to the Bible and see what the Bible says about heaven and hell. خب یک گفتگوی ساده رو داریم، اونقدرم سخت و پیچیده نیست و میریم که نگاهی بندازیم ببینیم که کتاب مقدس در مورد بهشت و جهنم چی میگه به ما و نظرش چیه. So this is the structure, what I'd like us to have a look at. First of all, I want to think about some of those preconceptions, some of those opinions that we might have or views that we might have that are really not very helpful. خب چیزی که می‌بینید متون و نوشته‌های کتاب مقدسه که ما به صورت خیلی ساده و خلاصه می‌ریم بهشون نگاه کنیم و نگاهی هم می‌ندازیم به نظرات و ایده‌های مختلف افراد و نگرششون در مورد این مبحث. Then there's a very long word there called etymology. It simply means what the words mean. So we're going to go back to the original Hebrew for the Old Testament and Greek for the New Testament. We're going to look at the original words in the Bible. خب این کلمه‌ای که دارید می‌بینید کلمه اتیمولوژی هست که ریشه هبرو و ریشه خب بالاخره باستانی داره که می‌ریم یک نگاهی بهش بندازیم و اینو ریشه‌یابی کنیم ببینیم از کجا اومده. So we'll just take one at a time. We'll look at heaven, then hell, and then we'll make some conclusions. و می‌ریم نگاهی بندازیم به معنی خود کلمه بهشت و جهنم و در آخر یک نتیجه گیری کنیم از اینا. So let's first of all think about some of those ideas that people have, maybe because of your upbringing, what you've been taught, maybe taught at school, maybe in your home. خب قبل از همه چی بیم نگاه کنیم به برخی از نظرات و ایده های مردم که مختلف هستن و در مورد این مسئله هستن و خب بعضیش کاربردی هستن بعضیش هم اونقدر کاربردی نیست. So this is really split into two sections. First of all, just to think about, well, what do people think out on the street? You know, what's in popular culture? به صورت کل اگه بخوایم در مورد صحبت کنیم اول میریم یه نگاهی بندازیم که کلن حالا اون مردم عامه‌ای که هستن حالا توی کوچه و خیابون و بازار و اطراف ما اینا نظر اون شخصیشون اون نظر سطحیشون نسبت به حالا این مبحث بهشت و جهنم چیه؟ And then secondly, just to think about, well, what do the world's great religions, what do they believe in? They seem to have a history of this kind of strange teaching about heaven and hell, and what might be the reason for that? و بعد نشیابی میکنیم که چرا اینها بر این معتقدن و این نظراتشون که به این شکله که البته مختلف هست از کجا میاد و آیا بر اساس آموزش هایی که از کتاب مقدس دیدن یا چیزهایی که همینطوری کوچه بازاری شنیدن و اینها رو هم ما نشیابی میکنیم. So first of all, we see this in our news feed, on our, if we follow sport, for example, there are sports stars who, you know, they dedicate goals to somebody up in heaven, usually a family member, like their mother or father or some family member. باید توی جامعه و خب بالاخره دنیای اطراف خودتون دیده باشید که حالا خیلی از افراد معروف مثل ورزشکارا مثل حالا هنرمندا یا بقیه اونها حالا به صورت خاص در مورد خود ورزشکارا مثلا صحبت میکنیم که هر وقت که اینها یک موفقیت به بازی به دست میارن به آسمان یا به قول خودشون به heaven اشاره میکنن و معمولا دستاشون رو به بالا میبرن اگر دیده باشید. And they quite often will say, you know, thank you for inspiring me to achieve this great sporting achievement. And
they believe that they their family members are looking down from heaven. و خب که این حرکت از اینا از اینجا سرچش میگیره که اینها دارن با این حرکتشون نشون میدن که متشکرن که از طرف بالا یا آسمان ها حالا جایی که خدا هست یک نگاه ویژه‌ای به اینها شده و این باعث موفقیت یا حالا همون یا گل زدنشون یا بالاخره هر چیزی توی اون ورزششون شده و به خاطر همینی که اینها با موفقیت نسان سریع اشاره به بالا میکنن. And this can be very influential. You see young children in the school playground, you know, playing football, for example, they score a goal and they want to act like these role models. و خب این خیلی هم مصری شده. خب این اشخاصی که اشخاص معروفی هستن و خب همه این روزا اینا رو دیدم و اگر دیده باشید شاید توی بچه‌هام توی مدرسه وقتی حالا بازی میکنن حالا هر بازی چه فوتبال چه بازی ورزش‌های دیگه اینا تا یه گلی میزنن تا یک شیرین کاری میکنن سریع ادای این افراد معروف رو در میارن و دستشون رو به بالا میبرن و به آسمون اشاره میکنن. So let's just put those ideas to one side because that's just what the world does. But we want to find out the truth from the Bible. خب بیایم این ایده های اینا که حالا این حرکاتی هم که انجام میدن ازش نشد میگره فعلا بذاریم کنار به خاطر اینکه اینا فقط خب ایده های این مردم هستن. بیایم نگاه جامعه تری بندازیم که ببینیم اصلا این از کجا سرچشمه میگیره و ریشه خود دینی و نظر کتاب مقدس در مورد این چیه. Now the second part is that in most world religions there is a history, there's a they believe in most world religions in some kind of comforting afterlife of some sort. اگر دقت کرده باشید در بیشتر دین‌هایی که در دنیا وجود داره این ادیان و این پیروان این ادیان همه به گونه‌ای معتقد به زندگی بعد از مرگ که حالا معمولا زندگی راحت و بی‌قلقش و یک زندگی جاودانه بعد از مرگ هستن اینها این اعتقاد رو دارن توی بیشتر ادیان. When we think about it, this is a very human need, isn't it, to think that there's something better after life. وقتی که بهتر بهش فکر می‌کنیم می‌بینیم این یه چیزیه که همه ما انسان‌ها بهش نیاز داریم و اونم یک زندگی راحت بعد از مرگیه که شاید خب حالا این ما توی زندگی‌هایی که فی‌الحالمون الان داریم اونقدر شاید زندگی راحتی نداشته باشیم و یک امیدی داریم که بالاخره بعد از این زندگی یک جای بهتر و زندگی راحتی در انتظار ما باشه. And when it comes to hell, then it's very often seen and taught from in world religions as a place of torment, something to be feared and a place of punishment. در اون طرف هم خب ما جهنم رو داریم. وقتی که در مورد جهنم صحبت میکنیم که همون هم تو بیشتر ادیان هست ما خب امکان داره بترسیم چرا که داریم در مورد یک جایی صحبت میکنیم که ظاهراً وحشتناکه و حالا سوزان باید باشه یا آتیش باید اونجا باشه و یک جایی که حالا آدم به سزای اعمالش میرسه طبق این چیزی که اینها فکر میکنن توی ادیان مختلف. And very often the religious authorities use that fear to control the followers, to control the believers. و خیلی وقتا می‌بینید که این رهبران دینی این ادیان یا اون سرکرده‌های دینی این ادیان میان از این کلمه حالا جهنم و این از این ترس استفاده می‌کنن تا اون پیروان اون دین یا اون پیروانی که زیر دست خودشون هستن رو بیان بترسونن از یک چیزای خاصی که مد نظرشون. So let's just put these things to one side because they can give us an unbalanced view. بیا فعلا همه اینا رو بذاریم کنار به خاطر اینکه میاد یک دید نامتقارنی رو به ما میده. So let's see what the Bible has to say. So first of all, let's go back to the Bible and look at the word, the original words in our Bibles. بهتره ببینیم خب نظر کتاب مقدس چیه در این باره و کتاب مقدس چی میگه. بیایم اول به خود کلمه heaven نگاه بندازیم که یک ریشه خب باستانی داره. So when we look at the word heaven, it's the Hebrew word shamayim.
وقتی که به این کلمه نگاه میندازیم یک ریشه لغوی عبری داره که در زبان عبری یا در زبان باستانی به این شیمائی میگفتن. And it simply means the heaven, the heavens or sky. Thing, this heavens that we actually see, it's where the stars are. It's all of these things that we understand in nature. و به معنی ساده این معنی خب آسمان یا آسمان‌ها یا حالا اون بالاها یا جایی که بالای ما هست و ستاره ها در اونجا وجود داره و جهان دیگه هست میداده و همش به این معانی که گفتیم اشاره داره کل این کلمه heaven. Now the last item, the last line that we've got on screen there talks about heaven as being the place where God lives. It's where God dwells. It's where he lives in that space. He is in heaven. و اگر به اون خط آخر این عکسی که روی اسکرینتون می‌بینید نگاه کنید از کلمه heaven یا حالا بهشت یا همون آسمان‌ها به عنوان جایی که خدا در اونجا ساکنه و وجود داره اومده نام برده شده. So let's just look at some examples from our Bibles. The first one is in Psalm 11. بیایم به یک چند تا مثال که در کتاب مقدس موجوده اولی نگاهی بندازیم که اولیش خب توی مزامیر باب 11 where it says that the Lord God is in his holy temple and his throne is where he lives is in heaven and his eyes look down upon earth and he sees what's going on with mankind with men and women on earth. و میبینید که معنی این حالا آیه‌ای که روی صفحه مشاهده میکنید به این شکله که داره میگه خدا در خود معبد مقدس یا در معبد و تاج یا همون تخت پادشاهی اون در آسمان هاست و چشمان اون نظارگر و ما هم خب فرزندان آدم یا همون دیگه بشر یا فرزندان خودش هستیم. And the second passage on screen there from Psalm 115 is very interesting because it says that the heavens belong to God, but the earth he's given to the children of men. He's given to mankind, to human beings. در آیه بعدی که میبینید که 115 مزامیر خیلی جالبه به خاطر اینکه داره میگه که آسمان ها همه متعلق به خداست و زمین هم همینطور ولیکن خدا زمین رو اومده به فرزندان آدم عطا کرده. And at the end of that verse it tells us that the dead don't praise God. They can't praise God when they die because they go down into the grave. They go down into silence. و در انتهای خود این آیه 115 که خونده شد میبینید داره میگه که مرده ها نمیتونن خدا رو شکرگزاری و ستایش بکنن به خاطر این که اینها وقتی که دیگه مرده هستن به یک جای سکوت مطلق یا یک جایی که اصلا یک همه چیز سایلنس هست فرو رفتن. So there's no existence for human beings in heaven. That's just what the Bible teaches. خب به طور کلی کتاب مقدس داره به ما میگه که هیچ موجودی که حالا موجوداتی که ما هستیم در آسمان ها وجود نداره که البته استثنایی هم وجود داره که خودتون میدونید چه کسیه. All right, so this next screen is a really interesting verse in John chapter 3 which I don't know how the churches or the religions explain this verse because it says that no one has ascended, nobody has gone up to heaven except from the Lord Jesus Christ, who is now in heaven.
آیه بعدی که میخوام بهش اشاره کنم روی اسکرینتون میبینید، خب یوحنا باب 3 آیه 13 که خیلی جالبه. و حالا من نمیدونم خودم شخصا که بعضی از کلیساهای مختلف میان این رو به چه شکل تعبیر میکنن و اون نظراتی که میدن بعضیش خب اصلا با این یکم ناخواناست و کلن من نمیدونم، شاید برداشته سوء برداشت یا برداشت مختلفی داشته باشم، ولی به صورت واضح نوشته که هیچ کس به بهشت نمیره و هیچ کس از بهشت پایین و هیچ کس به بهشت نرفته و در واقع تنها کسی که به بهشت رفته پسر انسان است که همون لقب سرورمون عیسی مسیحه. Now this makes total sense. This is really logical because God is in heaven and God is pure, he is sinless, he is holy, and human beings aren't. We are sinful, we are impure, and therefore we can't come close to God. Whereas Jesus was perfect, never sinned, so he could be in the presence of God. حالا دلیلش هم همینه، به خاطر اینکه ما اگه بخوایم مقایسه کنیم میبینیم که خدا خب قادر، قدوس مطلق و مهربان و یک خدای واحد برای همه ماست و خدای عظیمیه و اوشون هست که لایق، و البته این خدا خدای بیگناهیه و به خاطر همینه که لایقه که در همچین جایی باشه. و شخص دیگه هم که در اونجا وجود داره عیسی مسیحه، به خاطر اینکه اون هم این صفات رو داشت و بیگناه بود و دلیلش هم همینه، جایگاه اون اونجاست. وگرنه ما بخوایم به خودمون مقایسه کنیم، ما هیچ کدوم از این صفات رو نداریم که بتونیم به جایگاه اینها بریم در آسمان. Thanks, Hussein. So we just want to go on to a little digression here. This is a little bit of a side argument. خب حالا میخوایم یکم به صورت بحث و گفتگوی و جزئی‌تر بشین نگاهی بندازیم. Some churches will teach. I mean, Jesus talked about the kingdom of heaven, and he's talking about the kingdom of God. So some churches will say, "Oh, there you go. The kingdom is going to be in heaven." خب در واقع عیسی خیلی از جاهای کتاب مقدس نگاه کنید میتونید ببینید که البته خب یادتون باشه عیسی به صورت مثالی بیشتر وقتا صحبت میکرد و در مورد پادشاهی آسمان همیشه صحبت میکرد. خیلی از جاها میتونید ببینید که داره در مورد پادشاهی آسمان صحبت میکنه و این باعث شده که خیلی از کلیساها بیان بگن که آره نگاه کن ببین خودشه. عیسی هم داره میگه پادشاهی در آسمانه و در آسمان برقرار میشه و روی زمین نیست. But it really just means that the kingdom is going to be heavenly. It's going to be so good, just like these cakes. They're not in heaven, but they are heavenly because they taste so good. ولی خب معنیش دقیقاً اینه. این معنی که اینها ازش، تعبیری که اینها ازش میکنن زیاد معنی درستی نیست و تعبیر درستی نیست. حالا برای مثال اگر نگاه به همین شیرینی ها بزنین، امکان داری که بگه با این چه شیرینی های بهشتی یا یک چه چیزهای خوشمزه بهشتی. این دلیل این نیست که اینها در آسمان باشه یا در از بهشت پایین اومده باشه و این هم همون معنیه. وقتی که عیسی میومد میگفت که پادشاهی آسمان و به این معنی بود که این پادشاهی که بر روی زمین برقرار میشه پادشاهی آسمانی گونه است و پادشاهی که مثل همون پادشاهی که در آسمان ها وجود داره و خود خدا پادشاه اونه. So let's not get confused that we're going to heaven and that the kingdom is going to be in heaven. That's not true. Jesus said in the Lord's Prayer, Our Father who art in heaven, hallowed be thy name, thy kingdom come, thy will be done on earth. So the kingdom of God will be on earth, it won't be in heaven. So that's just a little a digression. خب بیایم خودمون رو زیاد گیج نکنیم و خب البته نظرات کلیسای دیگه مختلفه، ولی خودمون رو با اونها به اشتباه نندازیم و به خاطر اینی که خود عیسی به صورت واضح بیان کرد و حتی دعایی هم که دعای معروفی است که تمام مسیحیان میدونن، اومد عیسی گفت که ای پدر ما که در آسمانی، نام تو مقدس باد، پادشاهیت بیاید و اراده تو همان گونه که در
آسمان است بر زمین هم برقرار شود. منظور از اراده همون پادشاهی در واقع و خیلی ساده است. پادشاهی بر روی زمین برقرار میشه. So let's move on now to hell in the Bible, and when we look at the word hell, in the King James Version, for example, in the Old Testament, we've got the Hebrew word Sheol, and it's translated as hell 31 times, and it's translated as the grave another 31 times. خب جالبه بریم نگاهی حالا به جهنم بندازیم. خب این هم یک رشته باستانی داره. برای مثال از تو خود در واقع کتاب مقدس ورژن خود پادشاه یعقوب میتونیم این رو ببینیم که حالا شاید براتون جالب تر باشه که بهتون بگم که کلمه خود جهنم 31 بار به عنوان خود جهنم در کتاب مقدس یادآوری شده و اومده و 31 بار هم به عنوان قبر یا گور اومده. And the word Sheol in Hebrew, it simply means the grave. It simply means a pit or a hole in the ground which is covered over, which is what a grave is, isn't it? It's a hole that's covered over with soil. That's all it means. که البته خود که این حالا که کلمه در زبان هبرو به معنی شیال بوده که اصلا این کلمه از اون گرفته شده و خب معنی کلمه شیال در زبان عبری باستانی به معنی قبر یا گور یا جایی که میاد یا حالا حفره‌ای و روش رو میذارن و اون رو میبندن و به روش رو دیگه حالا مهرموم میکنن و یه چیزی که انگار که یک جایی که کسی رو توش دفن میکنن این معنی رو میده. And interestingly, in olden times, in the old English, the word hell actually comes in English, comes from an old English word which means to cover over. So in actual fact, if you grew potatoes, for example, you could plant them, but then you'd have to hell them over and cover them over. That's really just simply what the word means, to cover over with soil. حالا اگه بخوام به خود کلمه هل در زبان انگلیسی نگاه بندازیم که اصلا این کلمه چطور وارد این زبان شده، میتونیم به انگلیسی باستانی که خیلی گذشته ها بوده نگاهی بندازیم که در واقع این کلمه در اون زمان به معنی دفن کردن یا پوشوندن یه چیزی را، مثلا اگه بخوام یه سیب زمینی و حالا مثال بزنیم، در اون زمان اگر یه سیب زمینی بوده این رو میخواستن بذارن توی خاک، وقتی که میخواستن این رو دفن کنن، خاک رو بریزن روش که جوونه بزنه، این رو مثلا میگفتن که این رو هل اوور کنیم، یعنی که بپوشونین از خاک و خاک رو بریزین روش یه جوری دفنش کنیم. Now I don't know about you, but these are things that I can relate to. You know, hell being a hole in the ground, being the grave, it makes total sense. That's my experience of when people die, they go into the grave. Nothing else. و وقتی که نگاه میکنیم به خود معنی این کلمه، من خودم شخصا میبینم که خب منطقیه. وقتی که حالا میگیم این کلمه رو به کار میبریم، میبینیم که به یک معنی داره که انگار یک کسی رو در یک حفره میذاشتی و اون رو روشو میپوشوندی و مثل خب همون معنی قبر رو میده. و الان هم وقتی فکر میکنیم اسم این کلمه رو میبینیم، دقیقا من خودم به یاد همچین چیزی میفتم. Now, when we come to the New Testament, there are three different words which are translated into the English word hell. وقتی که به عهد جدید میایم، در اونجا سه کلمه مختلف برای معنی این خود حالا کلمه هل یا جهنم آورده شده. The first word is the word Tartarus in the Greek, and that really just means something underground, subterranean, sub meaning below and terra meaning the earth, something below the ground, underground. خب کلمه اول کلمه تارتاروس که البته یک کلمه گریک یا یونانی هست که استفاده شده در خود عهد جدید، که در واقع در همین زبان یونانی هم به معنی چیزی زیر زمین یا گذاشتن چیزی در زیر زمین در یک گوداله. The second word is the word Hades.
which you may have heard of. That's a Greek word which simply means the grave, something, a place below the ground. So very, very similar. و کلمه بعدی هم کلمه هیدیزه که خب یک کلمه عبری هست و معنی مشابهی رو داره و معنی زیر زمین یا چیز زیر زمین یا گذاشتن چیزی در خاک کرده یا خاک کردش در زیر زمین و روش رو پوشندنه. And the third word, and this is the word really which we need to talk about really, is the word Gehenna. And it comes from it's the Greek word, but it's based upon original Hebrew word Gehinnom, which is the Valley of Hinnom. It's a place in Israel. کلمه آخری که داریم کلمه گهنا هست که این کلمه البته خب در هم زبان در زبان عبری وجود داشته و هم در زبان یونانی که البته در عهد از زبان یونانیش استفاده کردن که اون هم از خود کلمه عبریش قبلتر از اون بیان شده اینها اومدن استفاده کردن و سرچشمه گرفتن و در واقع اون به معنی گهنوم یا بنهنوم که البته یک دره‌ای بوده در بیرون از اورشلیم که حالا این یک جایی بوده که یک جای فیزیکی بوده که واقعا وجود داشته و خب مردم یک سری از مواد ضایعاتشون رو در اونجا می‌ریختن. So here's exactly where this place is, just outside of Jerusalem. It's the Valley of Hinnom, Gehenna, and it's an actual place. خب این همون جایی که گفتم دره بن حنوم یا حالا حنوم که میبینید یک محلیه، یک حالت سرازیری یا یک تپه سرازیری، حالت مثل درهیه که بیرون از اورشلیم وجود داره و عکسش رو شما روی اسکریناتون میبینید و با خط قرمز دورش رو یک دایره کشیدم. Now this is where I hope you like the graphics there. This is where it was basically a rubbish dump. It was basically where the city's rubbish in old days would be dumped. Everything would be burnt, and there would be a fire that never went out. It was always burning. و به صورت کلی یک منطقه بود که در اون آشغال ها و مواد ضایعات رو پرت میکردن و میریختن و اینها رو در اونجا خب میسوزوندن. والا توی تصویرم نگاه میکنید، حالا آتیش میبینید روی این عکس که نشون میده اونجا همیشه سوزان بود به خاطر اینکه این مواد ضایعات رو که اینا همینطوری شوت و پرت میکردن اونجا باید اینها رو میسوزوندن که اینها یه جورایی بازیافت بشه و از بین برن. So I guess this is where the idea of hellfire comes from, because there was this fire burnt in a place called Gehenna. And the churches and some of the religions of the world have taken hold of this idea and said, well, there's hell fire. When you go to hell, you must burn in hell. و من خودم فکر میکنم این همون ایدهیه که خود کلمه جهنم آتشین یا جهنم آتش افروز یا آتشزا از اینجا میاد و در اون زمان خب میدید که همچی جایی وجود داشته و خیلی از اون حالا رهبران دینی و اون کسانی که بالاخره یه جورای رهبر دینی بودن میومدن میگفتن نگاه کنید، آره اینجا همون ببینید داره میسوزه، اینجا یک خودش جهنم آتشینیه و در واقع یه جوری جا افتاد و باب شد و مثال شد برای همه. And Jesus actually talks about this. He uses it as a metaphor, as symbolic, as a symbol of something which is just totally destroyed. So hell, we die, we go to the grave, we have no existence, we have no thinking or consciousness, just in the way that a fire consumes everything. و عیسی اومد از این به عنوان یک سمبل و یک نماد استفاده کرد تا در واقع به خاطر اینکه حالا وقتی که ما میمیریم در واقع میایم به یک حالت بیهوشی و یک حالت خواب عمیقی فرو میریم که قادر به تشخیص دادن، فکر کردن و هیچ حس دیگه‌ای نداریم و عیسی هم اومد از این به عنوان یک سمبل و یک حالا مثل استعاره یک کلام استفاده کرد تا مثال بزنه که
All right, so let's just very briefly think about some of the people who went to hell in the Bible. حالا بیایم کوتاهن یک نگاهی بندازیم به بعضی از افرادی که حالا آمده در کتاب مقدس که اینها به جهنم رفتن. البته این جهنم که در موردش صحبت کردیم و توضیح داریم که چیه و نظر کتاب در موردش چیه. Now it might surprise you, the first person I'm going to put on there is God himself. God can be in hell. That's maybe something we haven't thought about before. حالا شاید شما سورپرایز بشید وقتی من این کلمه رو میخوام بگم، ولی خب همونطور که گفتم شاید اولین کسی که به جهنم رفته باشه خود خداست، که همونطور که میبینید در خود مزامیر 139 آیه 8 اومده. Yeah, no, I don't know if you could read that for us, Hossein. It's Psalm 139, verse 8. Give me a moment, sir. Yeah, sorry. In the English, it says, if the psalmist says, if I go up to heaven, then you are there, God. And if I make my bed in hell, then you are there as well. So God is everywhere. So God can be in hell. Hold on, please. I'm on. خب من میخوام آیه رو براتون بیارم، چون من خواستم که آیه رو براتون بخونم که توی فکر کنم 139 آیه 8 باشه. داره میگه که اگر به آسمان فرارم تو اونجایی، و اگر در حاویه بستر بگسترم تو آنجا نیز هستی. خب میبینید که داره میگه که اگر به آسمان هم برم تو اونجایی، و در حاویه که همون حالا جهنمیه که البته حاوی هم خب اسمی که به عنوان جهنم یا اون حالا دیدی کتاب مقدس ازش داره در به عنوان همون مکانه، و میبینی که حتی که تو اونجا هم هستی، منظورش به خداست، و این داره اشاره میکنه به این که خدا خب همه جا هست. پس ما میدونیم خدا همه جا هست، پس اگر یه همچین مکانی باشه باید خدا هم اونجا باشه، چون خدا همه جا هست دیگه. پس خدا هم شامل اون میشه و خدا هم اونجا هست. We also find out that King David was in hell. He's in the grave. That's basically what the Bible means when it says hell. In Acts chapter 2, it tells us that our father David is both dead and buried, and his sepulcher, his tomb, is with us today. You can go and visit it. So faithful King David, he has gone to hell. خب اگه نگاهی هم بندازیم به در واقع اعمال رسولان باب 2 آیه 29، من براتون میخونمش، آیه 29 که در مورد داره میگه که ای برادران، میتوانم با اطمینان به شما بگویم که داوود پاتریارک وفات یافت و دفن شد و مقبره اش نیست تا به امروز نزد ما باقی است. و خب ما میتونیم بگیم که خب پادشاه داوود هم پس به قبر رفته، در واقع اون قبری که حالا به عنوان خود جهنم هم ازش، یا همون کلن به ریشه لغوی همون کلمه هل در واقع ازش نام برده شده، و میتونیم بگیم که پادشاه داوود هم یکی از اون کسانیه که به جهنم رفته، که حالا همون معنی قبر یا اون مکان سوزانی که درش در کتاب مقدس اومده ما صحبت کردیم. And even Jesus Christ, you know, the only man never to have sinned, he has gone to hell. It says in the same chapter in verse 27 that God would not leave his soul, his living body, in hell, in the grave. He wouldn't let him see corruption. He would raise him from the dead. So, but Jesus did go to hell, to the grave, for 3 days. نفر بعدی که میتونیم اشاره بکنیم که اون هم رفته به هل یا به جهنم رفته، که به معنی همون قبر یا همون محل سوزان رو میده، سرور عیسی مسیحه. آره شاید تعجب بکنیم، ولی خب اونم به قبر رفت، قبری که همون به عنوان جهنم یا هل در کتاب مقدس ازش نام برده شده، اون رو در
قبر دفن کردن و بعد از سه روز چون بیگناه بود به اذن خدا از عالم مردگان برخاست. We won't go to these passages, but Proverbs tells us that hell is where the dead are, and we understand that, don't we? Because it's just the grave. و مثال بعدی که میتونم براتون بزنم در امثال باب 9 آیه 18 که داره به صورت مشخص کتاب مقدس در اینجا میگه که قبر یا جهنم همون جایی که مرده ها هستن که منظورش همون قبر. So all of these faithful people, good people, they're not up in heaven. They haven't floated up to heaven in some form. They're all in the grave, or have been in the grave, in hell. So that's what happens basically when we die. می‌بینید که این افراد که ازشون اسم بردیم که در سطرشون خود خدای بزرگه و بقیه هم خب مثل سرورمون عیسی مسیح که الان در آسمان هاست یا بقیه افراد خوبی که ازشون اسم بردیم در کل اینا هم همه به قبر یا به گور یا به همون جهنم رفتن. So what does happen then when we die? We don't go to heaven. What happens to us? به طور کلی میخوایم نتیجه گیری کنیم که در واقع معنی همون کلمه جهنم یا هل به معنی جایی که مرده ها هستن و همون گور و قبر. خب حالا وقتی میگیم که آسمان ها منظورمون چیه؟ چه کسی به آسمان ها میره؟ آیا ما وقتی میمیریم به آسمان ها میریم؟ So this passage tells us that when we die, we stop thinking. We can't have any consciousness. We're dead. We have no love or hatred or anger or envy. That's all finished. So our human existence finishes at death. آیه هایی که میبینید داره به زبان ساده به ما میگه که زمانی که ما میمیریم ما از هستی متوقف میشیم و وجود و ماهیت ما متوقف میشه و وارد یک خواب عمیقی میریم و دیگه قادر به حالا گفتن، شنیدن، حس کردن، فکر کردن، گرسنگی، تشنگی و هیچ چیزی نیستیم و تمام حس و اون اشعار خودمون یا شعور خودمون کلمه کلمه عربی از همون احساس هاست رو از دست میدیم. So this is quite an interesting verse from Ecclesiastes. It says, nobody has power over the spirit, and that means our breath that we take, to retain it, to keep it, and no one has that power in the day of death. So only God can control whether we live or die. He's the one who gives life, and he's the one who takes life. آیه جالبی که دارید می‌بینید روی تصویر که در این آیه کتاب مقدس داره میگه هیچ کس این قدرت روحانی یا اون قدرت رو نداره که بخواد به شکل حالا یک بعد از مرگ به شکل یک روح یا یک حالا یک چیز روحانی در بیاد و باقی بمونه و در واقع هیچ کسی هم این قدرت رو نداره که در روز مردگان بخواد حالا خودش بخواد بلند بشه. Now, obviously, Christadelphians don't believe that this is the only life and that's it, we're finished. There is hope in the Bible. خب ما به صورت ما به عنوان کریستیان ها خب یک میدونی اعتقاداتی مختلفی داریم که بعضیش خب محدوده. ولی خب ما برای ما یک امیدی هست که ما به اون امید معتقدیم. So this is our final passage. It's in 1 Corinthians chapter 15. حالا خب این آیه های آخری که میخوام بشین نگاهی بندازیم که توی اول قرنتیان باب 15. And here we read that in verse 21 that death came into the world through one man, and that was the first man, Adam, because he disobeyed God. می‌بینید که داره به وضوح میگه که در واقع مرگ توسط یک انسان به این دنیا اومد بر اساس اون حالا اشتباه گناهی که کرد. But also life, or the hope of life, eternal life,
life after death has come through the work of the Lord Jesus Christ. و البته در اون ور هم زندگی بعد از مرگ و رستاخیز و زندگی جدید و امید هم توسط یک انسان به این دنیا عبور نمیشه. And so the Bible hope is to be ready if we do die before Jesus Christ returns to the earth, we go to the grave, we hope to be raised from the dead physically to life. در واقع امیدی که برای ما وجود داره و در کتاب مقدس اومده اینه که ما احیانا اگر قبل از بازگشت سرورمون عیسی مردیم و به قبر رفتیم، همون قبری که معنی جهنمه و گفتیم الان توضیح دادیم، در اونجا باقی میمونیم به همون شکلی که گفته شد در کتاب مقدس هم اومده، تا اون زمانی که سرورمون برگرده و ما رو به عنوان پیروان خودش بلند کنه. And if we need evidence that, you know, to believe in this, then we just have to look around us in this country with spring. Bahar is here. And it's life from the dead. It's resurrection all around us. And that's really what the Bible hope is. و اگه دنبال یک نشانه و یک حالا چیزی که اعتقاد بخواییم بهش بیاد میگردید، بهتر به همین دور و بر خودتون نگاه کنید. در این کشوری که دارین زندگی میکنید، اگر نگاه کنید میبینید که بهار اومده، خیلی از درخت‌ها شکوفه دادن، این خودش یک رستاخیزی، هر بهار یک رستاخیز جدیدی که تمام درختانی که مردن، طبیعتی که مردن، اینا یک حیات دوباره میگیرن و بلند میشن و شکوفه میدن. So then just to finish, let's think about the conclusions. First of all, let's not be distracted by our popular opinions, what people believe in the world, or by what the religious authorities teach us. خب میریم این نتیجه گیری رو کنیم از این صحبت و بحثی که امروز اینجا کردیم. اول از همه چی اول از هر چیز بهتره بهتون بگم که خب شما حواستون پرت نشه، گمراه نشید با این نظر مختلف و ایده های مختلف افراد کوچه و خیابان و بازار و افراد معروف و این و اونو که میبینید دور و بر خودتون، و فقط به چیزی که کتاب مقدس در مورد این حالا بهشت و جهنم گفته شما توجه کنید و روی اون متمرکز باشید. So what we needed to do is to look at the original words in the Bible in Hebrew and in Greek and look at the original text. و کاری که نیاز داریم انجام بدیم به جایی که حالا صحبت هر کسی توی این کوچه بازار این ور اون ور و این برنامه‌های اجتماعی و اینا بخوایم باور کنیم، اینه که به خود کتاب مقدس رجوع کنیم، به کلمه هایی که در اون نوشته شده و اونها رو ریشه یابی کنیم، ببینیم از کجا میاد و چه معنی رو میده، و خیلی ساده است. And don't just take my word for it, search the whole Bible so that we get a consistent message. وقتی که حالا میریم به خود کل کتاب مقدس یه نگاه اجمالی میندازیم، میبینیم که اونجا یک پیام پیوسته و دائمی وجود داره. And finally, let's not fear hell as some place of burning torment in hellfire, because that's not true. That's not what the Bible says it is. And God has got a plan for us. He has got, he's provided a way for us to be part of his plan and his purpose. و در آخر دلم میخواد بهتون بگم که از جهنم یا حالا اون چیزایی که شاید ببینین اون آتش رو نمیدونم یک جایی که دیگه آتش رو نه، از همچین چیزی نیست و اصلا با چیز همچی مثل این مواجه شدید ازش نترسید، کلن از این مقوله جهنم نترسید، چون همون کلمه قبر و خب که بعد از مرگ اتفاق میفته برای هر کسی، و یادتون باشه که خدا یک پلنی داره برای همه ما و یک راه فرار و یک راه نجاتی از این مرگ برای ما گذاشت از طریق سرورمون عیسی مسیح و از طریق قربانی کردن ایشون برای گناهان ما، یک راه بخشودگی گذاشت که ما از این راه بتونیم از مرگ رهایی پیدا کنیم و خودمون رو نجات پیدا کنیم، و زمانی که ایشون میاد ما جز کسانی باشیم که بلند میشیم و زندگی جاودان دریافت میکنیم، که وقتی که زندگی جاودان دریافت کردیم ما از مرگ یا همون حالتی که توضیح دادیم، حالت سکون و اینکه حالت بیهوشی و خواب عمیقه، دیگه
ما رهایی پیدا می‌کنیم. So thank you for listening and thank you Hossein for translating. No worries, it's my pleasure. ازتون تشکر می‌کنم به خاطر گوش دادن و خودم هم من تا اونجایی که تونستم سعی کردم این رو به صورت خیلی محتمل و جزئی براتون، یعنی با جزئیات براتون توضیح بدم که بتونید فرق اینها رو، حالا نظرات مختلف، اون کلمه ها و اون محل هایی رو که در کتاب مقدس به عنوان که تعالیم هم محل هم بیشتر میشه محل دیگه، همون محلی که در بیرون از اورشلیم وجود داره و همون قبر که خود اونجا محلیه، بالاخره قبر هم محلیه دیگه. تونه هر چقدر سعی کردم که براتون این رو به صورت جزئی تر و محتمل تر توضیح بدم که به اشتباه نیفتیم و این رو متوجه بشیم.